کتاب سبویت، اثر نیما شهسواری. سبویت. در خیابانهای شهری گام برمی‌دارم که مردمان را در آن دار می‌زنند. نه تنها دار نمی‌زنند، آنان را داغدار می‌کنند، آنان را مصلوب می‌کنند، همه را می‌درند و همه را تکه و پاره کردند. صدای غریبانه‌شان را می‌شنوم، فریاد می‌زنند، برای احقاق حقوقشان آمده اند. فریادها در گوشم تنینی به راه انداخته است. این مردمان 100 سالی است که فریاد می‌زنند. بیشتر از 100 سال است. آنان به طول تاریخ درازشان مدام در حال فریاد زدنند. اما چرا کسی صدای فریاد آنان را نمی‌شنود؟ چرا کسی برای این فریادها ارزشی قائل نشده است؟ چرا همه در جستجوی تفرقه برآمده‌اند؟ عمر من به عمر فریادهای آنان است. 100 سالی است که با آنان بودم. نخستین فریادشان از برای تقسیم قدرت بود و من در کودکی هیچ از آن ندانستم. هیچ نفهمیدم که چرا فریاد کشیدند، اما مدام فریادی به گوشم تکرار می‌شد: تقسیم قدرت. قدرت را برای تقسیم و تقسیط به میان آوردند تا از آن بکاهند، تا آن را بی پاسخ در اختیار سلطانی قرار ندهند. اما دردهای دیگر آنچه فریاد نخستین آنان بود را به درون فرو خورد. دیگر آن صدا را نمی شنوم. دیگر کسی برای تقسیم قدرت فریادی بر نیاورده است. خاطرم هست آنان که به دیار دورتران رفتند. خاطرم هست که آنان چگونه از پیشرفت و شکوه و جلالی که اجنبان خود به فریادها ساختند در عجب ماندند و خواستند راه هم مرامان خود را پیش گیرند. آنان از دیگران دانستند و خواندند که تقسیم آنچه قدرت است راه گشا خواهد شد. اما همان هم باوران هم راه را به بیراه رفتند. شاید این بیراه رفتنها همه را در این منجلاب زمینگیر کرده است. شاید همه را به این سکون واداشته است. نمی دانم. اما زمانه است که همه مسکوتند. همه را به خموشی فرا می خوانند و ارزش خاموشی است. سکوت من فریاد من است. وای که چقدر از این جمله بیزارم. اما مدام به گوشم می‌خوانند، مدام برایم تکرار می‌کنند و می‌دانم که این ارزش تازه آنان شده است. در برابر هر ناملایمات آنان به سکوت پاسخ گفتند و از آن روح عصیانگر همه چیز را به دورتری سپردند. فریاد بزنید، تقسیم قدرت را بخواهید، تقسیط این بیمار زمینی را خواستار شوید. آنچه دنیایتان را به آتش کشانده را دریابید و با سطح‌های آب به فریاد صدایتان آن را خاموش کنید. سکوت راه گشاست، لب باز نمی کنند. آنان دیگر توان گفتن ندارند و همه را به خاموشی کشاندند. آن فریاد دیربازمان به کجا منزل کرده است؟ چه کسی او را از ما رو بود و ما را به این اختگی مداوم راه برده است؟ نمیدانم. شاید اشتباه همه چیز را از میدان به در برد و همه چیز را از طغیان و قیام خاموش کرد. صدای تقسیط قدرت و از میان بردن این دیو چند روی به اقتدار حاکمان گروید. آنان که خود راهبر جماعت شدند در این اشتباه غوطه خوردند و از آن شدند که از دورتر دیده بودید که مردمان را به شور فرا خواندید. مگر نه آن که دانستید قدرت در اختیار همه را زمینگیر و بیمار کرده است؟ چرا فریاد گذشتهتان را به این خاموشی فروخته اید؟ خاطرم هست که فریادهای دیروز چگونه ثمر داد. سلطان را به زمین افکند و او را پاسخگو به خلق کرد. ای ننگ بر این خلق خوانده شدن. باز هم بوی ناخوش بردگی از آن به مشام رسید. چرا پس همه در تعقیب این فرو ماندند؟ صدای پای چکمه های بیگانگان رعشه به جانان انداخت. این گونه بود که شما را مست قدرت دلیران کرد. این گونه بود که باز برای خود سرور تراشید و او را علم کردید.
نه، فراتر از آن بود، فراتر از قدرت اجنبان بود. این درس زندگی هزاران ساله ماست که گریبانمان را دریده است. این همان درد مانده در جان و تن ماست که به تلنگری دوباره باز خواهد شد. زخم را درمان نکرده به حال خود رها کردید و باز تلنگری او را پاره کرد و سر باز زد. تمام شهد آن شربت به وجودمان رخنه کرده است. این فروماندن و در خود بودن را به طول هزاری سال از دیرباز به خوردمان دادند. همه ما را برای این سجود بار آوردند. پیش از تسلیم شدن نیز ما از تسلیم شدگان بودیم. مزدا به آسمان بود، الله جایش را گرفت. تاج همان تاج بود و سر را عوض کردید. این آموزه همیشه با ماست و ما را در آن بارور شده ایم. باز برای ما میخوانند و هر که آمده است در طلب همان تاج بی سر فریاد میکشد. حتی آنان که فرمان به تخصیت داده اند هم برای همان تاج دندان تیز کردند. ای دریغ از فریادی که ریشه ها را نشانه نرود. ای دریغ و افسوس از فقدان آگاهی که همه را به بیداری خود بیدار کند. بیداری ما نیز به خواب کردن دیگران جان گرفت، آن را نیز آلوده کردی. دیگر صدای فریادی را نمی شنوم، همه به سکوت قانع شده اند. توپ مجلس را به کاممان فرو برد، آجرهایش را به دهانمان کوفت. بمب‌ها به دهان ما لانه کردند تا به پوتین محکم اجنبان نه به آنچه آموخته بودیم دوباره فریاد بزنیم و سالاری برای خود بتراشیم. صدای خدا خوانده شدن را می شنوی؟ همه در جستجوی خدا برآمده اند. همه ردایی به دست دارند تا بر تن یکی از شمایان کنند. آنکه تخصیص قدرت را بلند و بی‌پروا سر داده است نیز به تعقیب همان رداست. کسی ردا را بر نکند و پاره پاره اش نکرد. کسی برای نابودی تاج پیش نرفت و بهانه فقدان اقتدار دوباره ردا را به تن یکی از دیوانگان پوشاند. دیدید چگونه خان خوان شاه شاهان لقب گرفت؟ او خان بود و شاه شد و قلدرباش را ما تنفیس کردیم. ما او را بال دادیم تا بر سرمان پرواز کند. ما او را چنگال بخشیدیم تا هر چه خواهد کند. ما او را به این قدسیت رساندیم و باز خاموش ماندیم که ندایی هزاران ساله به طول تمام ترس‌های انسان برای من خواند ولی را بر خیشتن برگزید. توپ مجلس را منهدم کرد و ما تقسیم قدرت را نابود کردیم. ظالم که ظالم است، ما را با آن شکار، لیکن مظلومان را باید که دریافت. باید که آنان را به تکاپو فرا خواند و کسی آنان را به فریاد فرا نخواند. همه ترسیدند و باز بهانه ترس چکمه‌ای به صورتمان کوفت. خودمان فریاد می‌زدیم. خاطرم هست زنی را که برای نبود اجبار به ماندن در سیاهی فریاد می‌زد. خاطرم هست که کیسه بر جانش را پاره پاره می کرد. او به میدان آمده بود تا فریاد بزند و هر چه سم مهلک در جان ما نست را از میان بردارد. اما نمی دانست که سم در خون ما محلول شده و حال به تکانهی دوباره همه تن را خواهد گرفت. سیلی محکم بر گوش او را من هم چشیدم. او بود یا خواهرش نمی دانم، اما کسی چادر از سرش به زمین کشید و با ضربتی او را نقش بر زمین کرد. دوباره هرچه در دلها بیدار بود را به خاموشی خواند. دوباره خواندند سکوت ما فریاد ماست. قلدر بیدار می کرد این دیوانگی را. او به دین آمد و با دین بر ضد آن گفت و او را قدرتمند کرد.
میدانی جبر و رزمش به اختیار دوباره بیدار خواهد کرد و بیدار کرد حماقت درونمان را. به ناخوشی فریاد او بود که دوباره آنچه خیشتن بر آن شوریدیم را قدیسه‌ای برایمان ساخت. مردمان در این جبر خود را به واماندگی فروختند و هر که از آن قلدران به پیش آمد تنها یک هدف را دنبال کرد. نیندیشیم، نگوییم و مسکوت بمانیم. ما هیچ نگفتیم اما قلدری برای من خواند و هرچه خود بیزار از آن بودیم را مبدل به زیبایی برای من کرد. باز هم اجنبان کسی را در آن روزگار بران نبود تا بر ما بخواند که این اجنبان خود خیشتن ماییم که هر بار به شکلی در آمده به استثمار در آمده ایم. ما نیز از آنانیم، آنان از خود باز می آفرینند، قلدران قلدر می آفرینند و همه در راه بقا به زایش زیستند. کسی شما را نگفت که ما در بطن بقایمان تنها به جستجوی زایش برآمده ایم. کسی شما را نگفت که همه در سر پروراندند که دوباره بیافرینند، تکثیر کنند و از خود دوباره نشت دهند. آنچه از کینه بود به دلها لانه کرد، کینه توزان میداندار شدند و همه چیز را به دست گرفتند و آنچه از دیگران پرباکتر بود تاجدار خوانده شد. او را تاج بی سر بود و سر به درونش برد تا بتازد، از میدان در برابر تناول کند. به سوسی کین توزان را میدان داد و بر آنان جهانی گشود تا به انتقام به پیش روند. همه کر بودند، کسی چیزی نمی شنید. آخر انتقام و کینه نیز در حال زایش خیشتن است. او نیز در پی بقا برای ماندن و زندگی می آفریند، از خود می آفریند و دوباره نش خواهد یافت. او آفرید و در میان همه رخنه کرد، همه را با خود همراه کرد. هر کس دلیلی برای خود تراشید و به تعقیب آنچه خود بافته بود از شهد کینه نوشید. برای هیچ تن تفاوت نیست آنکه چه به سر پرورانده است، چه خواستن به دلش لانه کرده است که کینه او را می پروراند. آنان به هزار دستگی ها در آمدند، هزار رنگ شدند، به هزار حزب بر آمدند، اما چه گفتند؟ چه تفاوت میانشان بود؟ همه از کین خواندند، همه به انتقام راه بردند، همه تاج را دیدند و برایش سری تراشیدند. چه تفاوت که راهشان از دیگر معبری میگذشت؟ راه ها بسیار بود، لیکن مقصد یکسان و در برابر. سری به دست داشتند که برایش تاج می طلبیدند. راه را به بیراه رفتیم. مقصر که بود؟ همه بودند، تاجداران بودند، مبارزان بودند، نشناختن بود. عرفان کوری بود که هیچ تن را به صلابت دانستن نرساند. همه چیز را از دورترهایی می دانستند و دیگر رغبتی برای دانستن میانشان نبود. پس در این عرفان بیمار هر روز از شناختن دور شدند و هیچ از ریشه ها را در نیافتند. چه تلخ که من در کنار اینان زندگی کردم. 100 سال در تنهایی خیش با آنان بودم و هر بار دیدم که چگونه دورتر از راه گذشتگان شدند. تقسیم قدرت دیگر میداندار نبود، از تقسیتش سخنی بر لبان یار نبود. همه از تاج میگفتند، به تاج مینگریستند و به دنبال تاج بودند. فوج فوج آدمیان به میدان آمدند، نه برای خواستن، برای نابود کردن، نه برای هدفی غایی، برای از بین بردن هرچه هدف در میانه بود، نه برای تغییر، برای انهدام و نه برای ساختن که برای تباهی. مشت مشت آمدند بیان که بدانند جز کین برای چه آمدند. کینه میداندار بود، همه چیز برای کینه بود، همه چیز را از آن خود کرد و مردمان را به شهدش دوباره نوشاند.
تهمانده ها هر بار به تکانه بیشتر در پیش بود و بیشترانی را به خود آلوده می کرد و همه را به میدان می کشاند. تاجدار کینه ورز بود، مبارز کینه توز بود، مدافع عاشق کینه بود. همه مست کینه به میدان بودند و تغییر تنها سر در میان تاج بود، نشانه بر تاج رفت. صدای خیابان شهرم را آلوده کرده است. مرگ، 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 همه جا را مرگ فرا گرفته است. کسی از زندگی سخنی به میان نخواهد آورد. تنها ندای زندگی برای همان سر در آرزوی تاج هاست. درود می فرستند بر سری که تاج را مناسبش دیدند. کاش کسی در میدان بحبه ها و در بین تمام آن فریاد ها به روی بلندی می رفت. از دورتری برای آنان می گفت، از آن توپی که همه آرزوهای ما را به کینه بدل کرده است. ای کاش او می رفت و با آنان می گفت. آیا به کینه او را نمی سوزاندند؟ آیا او را از خود دور نمی کردند؟ آیا به تبعید فرستاده نمی شد؟ کسی که در برابر کینه می ایستاد را به کینه نمی راندند؟ ملای کین میانه دار شد. آری، او از دیگران بیشتر کینه را شناخته بود. او به هر آهنگ ساز کینه مستانه رقصیده بود. او ندای عاشقانه کینه را می شناخت. باورش به کینه پرورانده بود. هر بار او را به درس کینه توزی راه می بردند و او اطفال این لکاته را می شناخت. چند گام از دیگران پیشتر بود. دیگران که باید به مکتب کینه درس ها می آموختند و تنها خجسته به این محلول در جانشان بودند، در برابر او قدرتی برای عرض نداشتند. آنان کینه را تنها در همین مکتب کوتاه آموختند و او به طول همه عمر با آن زیست. این گونه بود که ملای کین میانه دار جهانشان شد. تاج را بر سر او پرستیدند، او را در قامت خدایی بر زمین کشیدند، نقش بر ماهش را هم دیدند. او خود ماه بر زمین بود. او به هرچه اینان از کین طلب می کردند راهشان می داد. قلدران قلدر خواهند آفرید و کینه توزان کینه ورز خواهند ساخت. کینه همه جا را گرفته است. بوی مرگ به مشامم می رسید. آنچه از جبر بود را می دیدم. خاطرم هست آن واپسین روزها را، تنها مرگ میانه دار بود. مرگ بر شاه، مرگ بر شاه، مرگ بر شاه، بگو مرگ بر شاه، مرگ بر شاه، مرگ بر شاه. صدای کینه را می شنوی، سر تاجدار را می بینی، انهدام را به چشم دیده ای، سلب همه چیز را به عین مشاهده کرده ای. کینه میداندار است، در عبایی سیاه و عمامه مشکی همه چیز را برای خود خواهد ساخت. بوی زندگی تنها برای اوست، همه زندگی را برای خود خواهد خواست و ندای مردمان شهر می خواند درود بر مرگ. من راه می روم، من در شهر کینه توزان راه می روم. بر دیوارهای شهر تنها جنازه مانده است. در مدرسه ها مردم را دار می زنند. مردمان دیگر قبایل را به تیر می‌بندند، همه را می‌کشند، زنان را به توسری به روسری می‌کشانند، هر که از دوربازان است را به دار آویختند. کینه شادمان است، او ملت خود را آفریده و خدای کینه ملای دیوانگی و جنون با تاجی بر سر و نگاهی خون‌آلوده همه را نظاره کرده است. نام او ملای کین است و این امت اوست، امتی که نه او کینان را ساخته است.
حال میبینم، میبینم به طول سالیان دراز هر که بر تاج است کینه را میستاید و همه را از زیر تیغ گذرانده است. میبینم گورهای دست جمعی را میبینم، شهوت به جنگ را میبینم، دار زدن را میبینم، کشتن مخالفان را میبینم، شکنجه را میبینم، همه را میبینم و ملت کین دوباره به میدان آمده است و فریاد میزند درود بر مرگ. جان کینه تا ابد به سلامت باد.